به نام خدا. سلام، امروز 27 آبان، یه راه پیمایی خیلی با شکوه در تهران لااقل جایی که من دیدم، ولی سرسر ایران اتفاق افتاد در حمایت از فلسطین. اما چیزی که از پرچمدار مقاومت، پایتخت مقاومت در دنیا انتظار میرفت واقعا خیلی خوب بود، جای سوزن انداختن نبود و یه بخشایشو در حاشیه در حاشیه این راهپیمایی سردار سلامی صحبت کردن، فرزند سپهبد سید شیرازی، شهید سید شیرازی، فرزندشون یه بیانیه خوندن از طرف به قولی مردم ایران و یه متن عربی هم خونده شد، خطاب به مردم ایران، که من متوجه نشدم که حالا از طرف کی بود، اما مدتش این بود که مثلا ایرانی ها بدونید که شما در کنار ما هستید، ما میدونیم شما در کنار مایید، و این به نظرم اشاره داره به نامه سردار قاآنی و نامه محمد سیف و اتفاقایی که حول محور انگلیسی قضیه غزه اتفاق افتاد، چون عملیات نظامی اسرائیل به قولی حملات به غزه آمریکایی داره انجام میشه، ولی به نظرم میرسه که انگلیس داره وارد میشه تو عملیات روانی. اما مسئله ای که هست اینه که انگلیس خیلی خودش درگیره در فضای داخلی خودش. میتونیم ببینیم این راهپیمایی که امروز ما توی تهران دیدیم، لاغر من تو تهران دیدم، شهرهای دیگر رو به چشم ندیدم و حالا باید اخبار دنبال کنیم، هر هفته داره تو لندن اتفاق میفته، داره تو منچستر اتفاق میفته، داره تو شهرهای مختلف اروپایی اتفاق میفته و انگلیس خیلی درگیر اونجاست. گویا همچنان یکی از شاید پاتک‌های، یعنی یه چیزی، یکی از المان‌هایی که باعث شده انگلیس به صورت کامل نتونه قضیه، به نظر من اینکه قضیه روانی و عملیات اطلاعاتی و جنگ دیجیتال به طور به قولی بخش اعظمش دست خود اسرائیل داره اتفاق میافته و نفتالی و به قول اون چیزایی که تو فیلم‌های قبلی صحبت کردیم، از اون اتاق وارفرشون نشون دادیم، اتاق مرکز عملیاتشون نشون دادیم، دارن و اشتباه میکنن. خب اس قاتلیا که بازگویی نکنیم. اما چرا میگم که انگلیسی، خب مسئله دیوایدن کانکر، اختلاف بنداز، اصلا معلومه دیگه، اینا یه امضایی دارن تو کارهایی که اتفاق میفته، معلومه که چه کاری و کی داره انجام میده، روش های انجام عملیاتی میتونی بفهمی چیه. مثلا اواخر هفته پیش رویترز اومد یه مقاله زد و گفتش که به قولی ایران دلخوره از کاری که نیروهای حماس انجام دادن. خلاصه این که مثلا نوشته که رهبر ایران، رهبر مسلمین جهان، حضرت آیت الله امام خامنه ای از مسئولان حماس دلخوره، چرا که مثلا اسماعیل هنیه تو دیدارش با اسماعیل هنیه، اینو بگم یادم نرفته، رویترز تو تیتر اولش به نقل از یک مقام پشت پرده، یک منبع آگاه، مقام میدانی، یک شخص فلان، همینه که اسم نمیبرن، خلاصه به نقل از یک مقام پشت پرده، به قولی اینجوری گفته که توی دیدار حضرت آقا با اسماعیل هنیه، مثلا آقا بهش گفته که شما به ما خبر ندهید میخواین 7 اکتبر حمله کنید، بس ما برای شما وارد جنگ نمیشیم و خودتون بجنگید و ما فلان از انقدر از ایران و حزب الله نخواهید که وارد جنگ بشه، خیلی به همین مسخرگی. ولی خب رویترز اینو که زده بود دستاویز یک سری، من بعدا متوجه شدم، یکی صحبت میکردم اسرائیلی بود میگفتش که آره رویترز هم اینجوری گفته و فلان اینا رو میورد، من فکر میکردم اشارهش به اون مسئله اینترنشنال لا، بعدم فهمیدم که آره داره اینو میگه. خلاصه تهران استفاده میکردن برای اختلاف افکنی، مخصوصا تو بین اعراب، توی چون کلیت قضیه این
آرهایی که سعودی، رسانه های سعودی و به قولی حالا انگلیسی تو رسانه های عربی انجام داده بودن برای بد نشون دادن شیعیان، و اینکه یه عنوانه بود میکردن که ایران با اسرائیل، یعنی شما خیلی باله برید با یه سعودی حرف میزدید میگفتید نه ایران و اسرائیل دستشون توی یه کاسه است و فلان، اینا همه یه شبه به هم خورده بود، همش شکسته بود و فرو نشسته بود، اینا داشت به قولی بد جو ضربه خوردن، دست به همچین کاری دادن که یه کار کاملا انگلیسی، اونم رویترز که خب یه فیک نیوز معروفه و خیلی از تحلیلگراش اصلا منابع امنیتی هن. حالا یا مرتبطن با محافل امنیتی یا خودشون امنیتی هن. حالا تو ادیتوریال پورتش هم نگاه کنی قابل بحثه که حالا ما کاری با اون نداریم، ولی این که اومد گفت مثلا آیت الله امام خامنه ای اومده مثلا گلایه کرده از هنگی و به خاطر خبر نداشتن اینا، بعد بارها رهبران مقاومت از جمله خود حضرت آقا سید حسن نمیدونم اینا همه اومدن هی اینو خواستن، خیلی هم خوب انجام دادن. و مثلا نامه اسم سردار قاآنی به نظرم میرسه که یکم مرتبط به این قضیه است. حالا نامه رو الان با هم میخواییم بخونیم، بخشایی از اون حرفا ترجمه فارسیشو بخونیم، چون به نظرم این نگرانی توی، چون یه اتفاق این مسئله توی این مسئله روانی و کاری که توی فضای رسانه عربی انجام میشه خیلی یه سری مسئله مهمه. قاآنی که رفته لبنان، نمیدونم رفته سوریه، اون اتفاق افتاده، مثلا عراق رفته داره مهره رو جابجا میکنه، عملیات انجام میشه، منتها این عملیات حالا بایکوتن توسط رسانه‌های غربی عربی، غربی عبری عربی، و ممکنه بعضی ها یه استفاده های، حالا بگذاریم بذار متن چیزو بخونیم، متن نامه رو بخونیم. آها قبل اینکه متن سردار رو بخونم، این مسئله تو یادم نرفته بگم، تو صحبت های سردار سلامی فرمانده کل سپاه نکات خیلی خوبی بود، البته چون خیلی شلوغ بود و خیلی برام سخت بود تو اون به قول شلوغی که اصلا نمیشه راه رفته میشه تکون خورد یه خورده بخوام تمرکز کنم روی حرفاشون، ولی یه بخشایی که به نظرم رسید یکی از مهمتریناشون بود که فکر میکنم دوبار تاکید کردن پشت سر هم، و این بود که جنگ با اسرائیل فرسایشی خواهد بود. این به نظرم جای صحبت داره، البته حالا بهتره که وایش متن کاملش بیاد دوباره بخونیم و قضیه رو بریم، ولی دور از ذهنم نیست که این از بین نمیره و پیام ها کاملا حاوی این موضوعه که غزه سقوط نخواهد کرد. غزه سقوط نخواهد کرد یعنی حماس سقوط نخواهد کرد دیگه، نیروهای مقاومت در غزه سقوط نخواهد کرد دیگه، معنی دیگه ای نداره که اینکه مثلا کل حماس بره غزه بمونه، این مسئله بدیهی است. و همونطور که حالا تو چیز قبلی هم گفتیم که حالا سردارم توی چیزش حساب بذار حالا نامه رو بخونیم شاید خودش گویا باشه. آن یه چیزی بگم، بعضی من زیاد کامنت اینا نگم، وقتی دیرکت مسیج میدن همینجا دوستان کامنت بذارید بهتره. سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نامه خطاب به محمد دیف ویف گردانهای الاقصام فلسطین نوشت حماسه بزرگی به نام طوفان الاقصا خلق کردید که ضعف و شکنندگی رژیم قاسب صهیونیستی را به وضوح نمایش داد و نشان دادید که این رژیم از لانه عنکبوت ضعیف‌تر است. ببین یه چیزی دوباره اینجا یادم افتاد بگم، نیروی قدس اسمش قدسه، اسم نیرو قدسه، اصلا این نیرو رو ساختن واسه قدس، این نیروی به قولی راه قدس از کربلاست، جنگ عراق هم میخواستن برن قدس، با صدام میخواستن به جنگل هم میخواستن برن قدس آزاد کنن. حالا مثلا رویترز اومده به صورت اون ناشیانه فکر میکنه که با اون قضیه میتونه مثلا اختلاف افکنی کنه بین رهبران مقاومت، کاری که توی جنگی که مختار و ابراهیم مالکشتر تو تاریخ فیلمشو نگاه کرده باشید این کار رو انجام دادن، نامه ها رو دستکاری میکردن، تفرقه انداختن، ابراهیم مالکشتر نیومد کمک مختار، مختار توی محاصره
تسلیم شد، مردمش سربازش مجبور به تسلیمش کردن. همون دیگه یه چیزا، المان‌های کارهایی که سال‌های سال تو این جنگ تمدنی همیشه اتفاق افتاده. اما این بار مسئله فرق میکنه. رهبران مقاومت به قولی درسایی از تاریخ گرفتن که این مکتب شیعه الان کامل و پابرجا و محکم و متحد داره انجام میشه. و حالا میگه که به فضل و یاری خداوند حماسه بزرگی تحت عنوان طوفان الاقصا به دست مجاهدان گردانهای قسام و دیگر مبارزان مقاومت در غزه رقم خورد و به وضوح ضعف و شکنندگی رژیم قاسب صهیونیستی را نشان دادید و به طور عملی و قاطع ثابت کردید که این رژیم از لانه عنکبوت ضعیف‌تر است. و برای توصیف این حادثه بزرگ همین بس که دوست و دشمن اذعان می کنند که اوضاع فلسطین و منطقه پس از طوفان الاقصا همانند قبل نخواهد بود. جاش دیگه خوب نمیشه. تا حالا ما صحبت های سید حسن، دوتا سخنرانیش، صحبت های بدرالدین حوسی رهبر یمن و صحبت های وزیر خارجه ایران، خلاصه هر کیو که چیز کردیم دیدیم این بخشه توش بوده. یکی تاکید بر اینکه آقا کار خودتون بوده، دو اینکه دمتون گرم، سه اینکه جاش دیگه خوب نمیشه، پیروزی رو همین الان به دست آوردید و این شکستی برای اسرائیل به وجود آورده. که چون این یکی از بخشایی که دارن سعی میکنن، میگم دست انگلیسی توی مسئله عملیات روانیه برای پوشش شکست، پوشوندن، پوشش نه پوشش ریپورت کردن، پوشش هاید پنهان کردن شکست های اسرائیل. و حالا متن بعد، همانا دشمن جنایتکار تلاش کرد تا با کشتار وحشیانه و بی سابقه غیر نظامیان در غزه انتقام این شکست را بگیرد که همین مسئله موجب تعمیق شکست آن و به بار آمدن یک رسوایی اخلاقی برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و تمام حامیان آن شد که به دروغ مدعی دفاع از حقوق بشر هستند. کما اینکه دلاوری، صبر و پایداری ملت قهرمان فلسطین در غزه و آمادگی آن برای جانفشانی نیز بار دیگر پیروزی خون مظلوم بر شمشیر دشمن ظالم را ثابت کرد. اشاره به همون مسئله‌ای که یعنی یک جنگ روانی و رسانه یا اینا را همش یه طرف در صحبت به محمد ضعیف، خطاب به محمد ضعیف دارن این حرفا رو میزنن و اینجاش فرمانده عزیز حمله زمینی دشمن صهیونیستی و ضربات پی در پی مقاومت به نیروهای حمله زمینی دشمن صهیونیستی و ضربات پی در پی مقاومت به نیروها و خودروهای زرهی آن برای همگان ثابت کرد که مقاومت در غزه قادر به ابتکار عمل و نوآوری و حفظ سازماندهی و قدرت میدانی خود است و این پیروزی بزرگ موجب شد تا فرزندان امت بیش از پیش به گزینه جهاد روی آورند و پیش از هر وقت دیگری ایمان و یقین داشته باشند که ورود مجاهدان به مسجد الاقصا و پاکسازی آن از لوث صهیونیست‌ها نزدیکتر از هر زمان دیگری شده است. یه سیاستمدار، اونم نامه سرگشاده، یه سیاستمدار نباشه، یه فرمانده عملیاتی، فرمانده میدانی و فرمانده نظامی این حرفا رو داره میزنه. اشاره به این که دلاوری و سر و پای داره اینا، به قولی حالا مسئله مقاومت تا همین الان ثابت کرده که باعث پیروزی، از اینجا به بعد این مسئله به قولی یه جورایی میگه که ادامه بدید به این قضیه. و ضرباتی که به نیروهای زرهی اسرائیل به وجود، سرد سلامی امروز هم گفت توی سخنرانی که توی حاشیه تظاهرات داشتن، گفتن با یه موشکی که راکتی که کمتر از شاید $1,000، تانکای مرکاوایی که چند میلیون دلار پولش، چند صد میلیون دلار پولش، فقط نگهداریش از این اشیا رو عبن بردن و کلی حالا خودروهای نظامی و اینا که یه آمار خیلی، حالا من دقیقش یادم نیست نمیبرم، ولی یه آمار خیلی عجیب غریبی، یعنی
بد جور به قول این نیروهای زرهی اسرائیل تانک و نمیدونم اینا بد جور ضربه خوردن. و اینجا هم باز تاکید میشه، هم سر سلامی فرمانده کل سپاه امروز گفت، هم تو نامه سرقانی هستش، و اینها دیگه خبرهای زرد رسانه‌ای نیست که بگیم نه نمیدونم تانک رو ندادن فلان نکردن و ما نکردن. البته فیلماش در اومده اما سه خط تا اینا دیگه فکر کنم الان دیگه الان صحبت کردن درش راحت، حتی نیاز به توضیح بیشتری هم نیست. و هر زمان دیگرش پاکسازی ها. و این که خیلی اینو میگن که خیلی به قولی دسترسی تر و لمس کردنیه که این اتفاق خواهد افتاد و خلاصه برید جلو داریم میایم. با توجه به این که غزه امروز از شرافت و عزت و کرامت امت دفاع میکند، یقین داشته باشید که برادران شما در محور قدس و محور مقاومت در که برادران شما در محور قدس و مقاومت در کنار تمامی شرافتمندان امت و آزادگان جهان، هرگز غزه و مردم قهرمان آن را در برابر این دشمن وحشی و درنده خوی و حامیانش تنها نخواهند گذاشت و هرگز اجازه نخواهند داد به اهداف شوم خود در فلسطین و غزه دست یابند. برادران شما در محور قدس و مقاومت تنهاتون نمیذارن، ما با شمایی. اسم نیرومون قدسه. برادر مجاهد مایه افتخار است به اسم خود و نمایندگی از برادرانم در جمهوری اسلامی ایران به شما و دیگر برادران مجاهد و عموم ملت فلسطین این پیروزی بزرگ و دستاورد بی نظیر که در تاریخ نبرد با دشمن صهیونیستی سابقه نداشته را تبریک گفته و از درگاه خداوند برای شهدا علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل را مسئلت نمایم. و دیگر برادران مجاهد و عموم ملت فلسطین. به نظر من که همونطور که محمد ضیف تو نامه خودش تو حرفای خودش این درخواست داشته بود که مثلا به سمت جنین بروند سایر به قولی فلسطینی ها و هر کس میتونه اسلحه بگیره، به نظر من کم کم باید منتظر این باشیم که نیروهای مقاومت در سایر نقاط داخل سرزمین های اشغالی و سایر قسمت های فلسطینی نشینی فلسطین هم به زودی دیده بشوند. نظر منه، حالا چند روز صبر کنیم شاید من اشتباه کنم. در پایان بار دیگر بر عهد و میثاق و التزام ایمانی و برادرانه که ما را در کنار هم جمع می کند تأکید می کنیم و به شما اطمینان می دهیم در راستای ادامه حمایت های مؤثر از مقاومت هر آنچه را که بر ما در این نبرد تاریخی لازم باشد انجام دهیم، هر آنچه که لازم باشد. به نظرم این یه درس تاریخی گرفته شده است، این کاری که به قولی وای نمیستن شلوغ شه آشوب شه از بین بره فلان بشه بعد بیان یه کاری بکنن، جلوشو میگیرن، احساس کنن یه جا تفرقه داره میفته به قولی وارد میشن همونجا، جلو تفرقه رو همونجا میگیرن، کدهایی میدن با اون دسته از برادران مجاهدی که امکان ارتباط مستقیم و پنهان به قولی غیر رسانه ای نیست. ببین اینم این نیست، فقط هم کار رسانه صرف نیست، اینو در نظر بگیرید، یک سری آدمایی هستن توی بخش هایی که امکان نداره شما تلفن ورداری خصوصی باش حرف بزنی، بی سیم ورداری بهش بی سیم بزنی بگی این کارو کن اون کارو کن، کد گذاری شده به صورت کدی بهش میگی آقا الان تو چه فازی هستیم الان چی کار کنید یا اگر هستید بیاین این کارو کنید. میگیری حرفمو؟ هم حرف محمد ضیف هم حرف سردار خطاب به محمد ضیف به نظر من شامل این موارده، برای همه میگم که این اتفاق خواهد افتاد، یعنی به زودی، حالا نظر من شاید هم آرزومه ولی فکر میکنم که سایر گروه های
مبارز به قولی خواهیم دید. حالا نمیدونم چقدر طول بکشه، ولی دیگه صرفا فقط حماس نخواهد بود که اسلحه به دست اونجا می جنگه. اما بجز این حالا کدگذاریه و به قولی پیام رساندن تو زمین، تو زمینی که ارتباط با به قولی ارتباط مستقیم و امن و غیر علنی ممکن نیست، به جز این مسئله اصلا همون مسئله بار روانی و که اتفاقایی که مخصوصا تو مردم فلسطین، اینا نیاز به صبر دارن، نیاز به مقاومت دارن دیگه، نیاز به روحیه دارن، خیلی سخته براشون. و این شاید تو ایران بگه چه نیازه بابا رویترز خرکیه، رویترز یه ذره زد تو چرا چی میکنی؟ مهم نبود که چرا انقدر گیر میدید، چرا سرد سلامی میاد سخنرانش این حرفا رو میزنه، چرا نمیدونم آقا میاد میگه، چرا سید حسن میاد، چرا همش هر کی میاد حرف میزنه میاد میگه آقا ما با شماییم. متن عربی هم که حتی امروز تو ایرانم خون، حتی واسه ایرانی که دیگه نیاز به اونقدر مقاومت اونجوری ندارن، سخت نیست براشون، راحته، الان که دیگه مد شده کل دنیا دارن مقاومت میکنن، ما تو روزهای خیلی سخت‌ترش هزینه دادیم و پای فلسطین وایسادیم، این که چیزی نیست. ولی تو این شرایط ببینید، حتی تو متن عربی هم که ترجمه‌شو میخون میگفتش که مثلا ایرانی بدونید شما با مایید، ما میدونیم که شما با مایید و این پیروزی برای ما با هم خواهد بود و شما در این پیروزی شریکید، به قول معنا با هم، با همیم، ما تو این جنگ با همیم. این چه دلیلی داره؟ مثلا شاید بگی که آقا چرا هر کی میای اینو تاکید میکنه، اما وقتی از اونور میبینی که رسانه‌های عبری عربی خصوصا و رسانه‌های غربی مثل رویترز که البته عبریاش عربیاش هم همون جا همون دست داره میچرخونه، سعی در اختلافند که یهو مثلا مردم فلسطینی بیان بگن بابا ایرانی‌ها شما رو انداختن جلو، اینو دارن دنبال اینن دیگه، بگن ایرانی‌ها کلا سعودی خیلی وقت روی این داشت کار میکرد، رسانه مصر و اینا هم همینطور، یعنی با مردم شرفی زدی میگفت نه اینا دارن ایرانی ها این فلسطینی ها رو شیر میکنن، میندازن جلو بعد میذارن میرن، خودشون کاری نمیکن. دوم این مسئله که اون مقاومت رو بتونن اینجوری بشکنن، کار انگلیسی کاملا به نظر من. و حالا این که از این طرف خب دیگه خیلی مسئله ایه که الان داره میبینیم برای اولین بار تحلیلگرای عربی که تا دیروز به ایرانی ها فوش میدادن، نه کسایی، خب خیلی ها بودن که فوش میدادن بعد دیگه خیلی دوست دار شدن، نه یه کسایی تا همین دیروز همین واقعا دیروز، مثلا امروز شنبه است، حالا پری روز، نه تا همین پنج شنبه چهار شنبه به ایرانی ها فوش میدادن، بعدشون میومده، انقدر تو مخشون کرده بودن که این شیعن رافضیان اینا میخوان شما رو بندازن جلو آتیش و فلان و جنگ میارن کار ایران و فلان، و اینا الان اومدن میگن که بابا دم این ایرانی ها گرم، رئیس جمهورشون تنها آدمیه که اومده تو نشست اجلاس میگه که کل فلسطین از بحر تا نهر باید به قولی آپارتاید نباشه، مال به قولی همه فلسطینی ها باشه، نه فقط واسه یهودی ها فلان اینا. رئیس جمهورش میاد آیه قرآن میخونه، رئیس جمهورش میاد نمیدونم دیدی اون قسمتی که آقای رئیسی بغض میکنه راجبه سلامی که به کودکان غزه میده، یه رئیس جمهورش اومده فلان میکنه بمان میکنه، بعد اون یکی میاد میگه که شما چرا انقدر میپرسید ایران چیکار کرد، ایران چیکار کرد، کشور شیعه اومده حماس سنی شما رو تمام از کلاشینکوف و شلوار سه خطش رو ایران داره تعمیم میکنه، شما چی کار کردید؟ اون ببین چون مسئله این منطقه، گفتم من تو ویدیو قبلی عکس گذاشتم، بذارم چند تا پادکست راجع به مسئله صحبت کنیم که اصلا اصل قضیه این که اختلاف ایجاد کنن تو این به قولی مرزهای تو این سرزمین‌های مقاومت، سرزمین‌های کشور مقاومت اختلاف ایجاد کنن، تیکه تیکه کنن، دعوای تمدنی، حالا سر اون قضیه، حالا ما می‌خوایم از دید نمیدونم توسعه و مدرنیته و این چیزا صحبت نکنیم، هم کارشون این بوده دیگه، کلی چند تا پادکست راجع به دعوای تمدنی، مسئله رایملند و هارتلند و شرق و غرب و جهان اول جهان سوم و نمیدونم از معاصرش صحبت کردیم تا رفتیم تو هرودوت چه ذری میزنه، زن زندگی آزادی تو صفحه های اول واسه بارم تکرار میکنم، خیلی مهمه اگه اون تمد پادکست رو حتما گوش کنید،
و چرا این عربستان ها، اینو من خودم ورداشتم زرد کردم تو تمام مثلا اینا، تمام نقشه های مربوط به امپراتوری ایرانی ها اینو حذف کردن، یعنی تو کل این منطقه خیلی، تازه اینجا هم یه بخشایش مثلا ایندوس ریور اینو حذف کردن اینو که هندیش کنن، چون ایندوس هم ایندیا هم از اسم این ایندوس ریور اومده، در صورتی که در اون زمان ها همچین چیزی نبود، هند همچون هم نیست. یا مثلا یه بخشای اینجاهای بقالی، یا اینجاهای بقال جزیره های نوبر، ولی اصلش موضوع برام این عربه، عربیا یا مکه که دارالشکبیر تو 23 اسم میبره از یکی از اقلیم‌های ایرانی. حتی تو تاریخمون هم اینا رو حذف کردن. کیا حذف کردن؟ کسایی که تو همین 30 روزه دیدیم این همه دروغ گفتن. همونایی که پیامبرای آریایی، زرتشتی ابراهیمی، حضرت زرتشت ابراهیمی و نوادگانشون رو مصادره کردن به نام پیامبرهای زرت یهودی جار زدن و به قولی قالب کردن به مردم ها، گفتن ما چوزن رئیسیم، ما مردم فیوریت مورد علاقه خدای ما، شما همه سوسکید و مهم نیست. همون ها این کار رو با تاریخمون هم کردن. الان دوباره همون چیزا رو دارن استفاده میکنن. توی شما توی به قولی اقلیم های مقاومت که نگاه کنید، اینجا که کلن تعطیل، الان به قولی شده چیز اونا، این قسمت هم که به جز حالا قطر هم البته ظاهر و باطن داره دو دوزه بازی در میاره دیگه، این خودش داستان داره، یه موقع شاید باید راجبش حرف بزنیم. البته قطر داریم سعی میکنیم بکشیمش سمت خودمون. بحرین هم یه نیروی مقاومتی توش پیدا شده، به نظرم بحرین هم داستان جالبی داره. حالا ما کار ژئوپلیتیک نمیخوایم اینجا بکنیم، کسای دیگه هستن نمیخوایم بازگویی کنیم، فقط چیزایی رو دوست دارم بگم که معمولا حالا اونا شاید بهش از این دید نگاه نکنن. اردنم مسئله شون سر رفع و فلان اینجا باید باشه، اردن حالا خیلی کوچیکه اینجا من نمیتونم ببینم، و مصر هم که حالا داریم بازی میکنیم باش، ولی یه بحث امنیتی هم اونا دارن سر موضوع. چرا رفتم تو این قضیه؟ اصلا من قرار نبود راجع به ژئوپلیتیک حرف بزنیم، ولش کن. آره این اقلیما رو خلاصه لحاظ روانی دارن کارشو میکنن که جدا باشه، زیاد پرچونگی نکنیم. اصلا همون حرفا بود زده شد. یه نکته هم بگم و صحبتم رو تموم کنم. من وقتی میگم من مخاطبم و به قولی کم عمق فرض نمی کنم، چون مخاطبی که دنبال این چیزه یه مقدار سطحش بالاتره تا کسایی که جور دیگه کار میکنن، حالا رو قشر خاکستری حتی هر جبهه‌ای فرق نمی کنه، و حالا به قولی با هم همراه بودیم واسه سالهای خیلی زیاد. منظورم سابسکرایب ها نیست که یکی سابسکرایب میکنه میره این، حالا یکی دوستان پیامی توی توییتر داده بود یه بقولی توضیح بدم، منظورم اما 7-8 نفری هستن که معمولا هستن تا آخر ویدیو گوش میکنن و متوجهن منظورم. مثلا چند صد تا من اصلا هم آدمایی نیستم که بیام بگم آی مخاطب فلان هندونه بذارم زیر بقولی بغل آدم و واسه اینکه لایک بگیرم و سابسکرایب، اصلا برام مهم نیست. و به نظر خودم اگه مثلا یه دیدی میگن خواننده مردمی فلان میاد تو استیج میگه من متعلق به مردمم من فلان، نه من اتفاقا برعکسش میشدم، شدم خواننده نامردمی. چون این تعارفای حالا ژورنالیستی میگن چه میدونم رسانه‌ای واسه بازدید اینا رو من زیاد بهش رسمیت نمیدم، به نظرم دروغ آدم نباید دروغ بگه. ولی خب حالا نظرم اگه لازم تو ببین مخصوصا وقتی که فالو نباشیم تو توییتر میره تو اون بخش پنهان شده، شاید چند وقت طول بکشه ببینم. زیر ویدیو کامنت میذاشتید بهتر بود، داغل ویدیو بالا میومد دیده میشد. به هر حال خیلی مخلصم، هر جا هستید سلامت باشید، تا یه وقت دیگه عزت زیاد یا علی مدد.